داستان‌های فارسی جرعه سهرامیز. آقای اسحاق نیوتن، نامی یادآور نبوغ، تو قانون سوم حرکت میگه در برابر هر کنش همواره واکنشی برابر و مخالف اون وجود داره. و چون این داستان قبل از زمان نیوتن اتفاق افتاده، ثابت میکنه که قانون سوم حرکت تو زندگی روزمره ما هم اعمال میشه. خب، حالا بدون اتلاف وقت شروع کنیم. روزی روزگاری توی شهر کوچیکی زوجی بودن که تازه ازدواج کرده بودن، آریسا و استیون، که تو اون موقع شادترین زوج روی زمین بودن. خب این چیزیه که خودشون به هم میگفتن. من خیلی خوشبختم که تو رو تو زندگیم دارم آریسا. منم همینطور استیون. ما خوشحالترین و بهترین زوج دنیا هستیم. معلومه که هستی عزیزم. من برگشتم استیون، خیلی دلم برای تنگ شده بود. منم دلم برای تنگ شده بود. صبر کن برم حموم و بعد بیام شام بخوریم، باشه؟ صبر کن استیون، قرار بود کفشتو بذاری تو جای کفشی؟ متاسفم. اشکال نداره، من میذارمشون. تو برو برای شام آماده شو. تو بهترینی. من آماده بودم، من خودشو میخواستم. آره، من بهش گفتم. همه چیز تو قصر عشق اونا خوب پیش میرفت و زوج جوان واقعا خیلی خوشحال بودن. اونقدر خوشحال بودن که چشمشونو رو غبار اختلاف نظرهایی که آروم آروم روی رابطهشونو فرا گرفته بود بسته بودن. روزها به ماها و ماها به سالها تبدیل شدن و این زوج خوشبخت سر کوچکترین مسائل شروع کردن به دعوا کردن. قرار بود کفشتو بذاری توی جا کفشی. میذارمشون دیگه، باشه؟ بذار یه نفس بکشم، همین الان رسیدم خونه. نه نمیذاری. من همش مراقب کفشتم، لباساتو میشورم، خونه داری میکنم، بعد تو سرم داری داد میزنی؟ آه به خاطر خدا آریسا، من روز خیلی سختی سر کار داشتم، حوصله این حرفا رو ندارم. فکر کردی من حوصله دارم؟ خسته شدم از بس هر روز از کارت شکایت میکنی، در حالی که من مراقب کوچکترین چیزای زندگیتم. خب نباش، من که ازت نخواستم. منو تنها بذار. بله، دنیاشون چقدر تلخ شده بود و گاهی دعواهاشون خیلی خیلی ناخوشایند میشد. این غذا خیلی شور شده. به نظر من که خیلی هم خوبه. برو بابا. بهم نگو برو بابا. اگه خوشت نمیاد یا خودت برو غذا درست کن یا به جونم غر نزن. آه به خاطر خدا، نباید انتظار داشته باشم بعد یه روز سختی غذای حسابی بخورم؟ تو تنها کسی نیستی که کار میکنه، منم کار میکنم. مدیریت خونه شوخی نیست که. خب پس من باید چی کار کنم ها؟ باید غذای شور بخورم؟ این غذا شور نیست. اگه خوشت نمیاد خودت برو غذا درست کن آقا. خیلی خوب. استیون بشقابو کنار گذاشت و بلند شد و از خونه رفت بیرون. و این داستان ادامه داشت. اونا هر روز که استیون میومد خونه با هم دعوا میکردن. آریسا با عصبانیت جوابشو میداد و اوضاع بد و بدتر میشد و طولی نکشید که اونا دیگه حتی تو چشم هم نگاه هم نمیکردن. یه روز آریسا با کوزه ی آب طرف چشمه رفت تا مثل همیشه با آب پرش کنه. اونقدر ناراحت بود که قطره‌های درشت اشکش روی گونه هاش سرازیر شده بود. کنار چشمه پیرزن نحیفی بود که اونم میخواست کوزش رو پر کنه. پیرزن چشمش به آریسا افتاد و دلش براش سوخت. چی شده دختر عزیزم؟ چرا اشک گونه های زیباتو خیس کرده؟ آریسا گریه کنان هر چی تو زندگیش اتفاق افتاده بود و تعریف کرد. و پیرزن که همه داستان رو شنید، کوزه رو برداشت و اونو با آب چشمه پر کرد. حالا برو خونه دخترم. این آبو توی کوزه نگه دار. هر وقت شوهرت کاری کرد که عصبانی شدی، دهنتو با این آب پر کن. این آب چی کار میکنه؟ خودت میبینی دخترم. خودت میبینی. آریسا از پیرزن تشکر کرد و رفت. اون شب آریسا و استیون داشتن شام میخوردن که استیون گفت از اونجایی که فردا یک شنبه است دارم به رنگ کردن نرده ها فکر میکنم. نه
نرده ها رو رنگ کنی؟ آخه مگه قرار نبود فردا بریم بازار؟ میتونیم غروب بریم بازار. لازم نیست هرچی که من میگم شکایت کنی. آریسا نزدیک بود دوباره داد بزنه که لحظه ای مکث کرد. یادش اومد که پیرزن چی بهش گفته بود. به طرف کوزه دوید و دهنش رو پر از آب کرد. چی کار میکنی؟ چقدر رفتارت عجیب شده؟ تو با من یه مشکل جدی داری مگه نه؟ نمیشه من یه حرف بزنم و بعدش تو سرم داد و فریاد نکنی. حتی یادم نمیاد آخرین باری که تو آرامش با هم حرف زدیم کی بوده. تو همیشه هرچی که بهت میگم انجام نمیدی. استیون مدتی به غر زدن ادامه داد تا اینکه ساکت شد و نفس عمیقی کشید و غذاشو خورد. و در مورد آریسا، اون خوشحال بود که برای اولین بار با بدخلقی به رخت خواب نرفته. این موضوع چند روز ادامه داشت و هر وقت استیون چیزی میگفت که اونو تحریک میکرد داد بزنه، میرفت و دهنشو با آب کوزه پر میکرد. این کار آریسا رو تغییر داد. باعث شد اون ساکت بشه و استیون متوجه اشتباهایی که پیش اومده بود بشه. استیون دلش برای گذشته های شاد تنگ شده بود. آریسا تو کمال تعجب دید که همه چیز داره بهتر میشه. امروز خیلی خوشگل شدی. ممنونم. تو هم خیلی خوب به نظر میرسی. تا اینکه لبخند و شادی و عشق شروع کرد به پاک کردن غبار دلخوری ها. آب سهرامیز تموم شد. خب من که دیگه بهش نیازی ندارم. ولی اگه دوباره دعوامون بشه چی؟ بهتره برم دوباره کوزه رو پر از آب کنم. بنابر این روز بعد آریسا به چشم رفت، به این امید که دوباره اون پیرزنی که آب سهرامیز رو بهش داده بود پیدا کنه. آریسا پیرزن رو دوباره در کنار چشم دید. دخترم حالت چطوره؟ خوشحال به نظر میای. حدس میزنم که دستورم جواب داده باشه. اوه، مثل یه معجزه جواب داد. چطوری برای لطفی که در حقم کردین تشکر کنم؟ دوباره شادی به زندگیمون برگشته. من و شوهرم دیگه با هم دعوا نمی‌کنیم و دوباره مثل روزای اول ازدواجمون خوشحالی. خیلی برات خوشحالم دخترم. اوه مادر جون، لطفاً بازم از اون آب سهرامیز به هم بدی. آب سهرامیز؟ بله دختر دلبندم، آبی که تو کوزت ریختم چیزی نیست جز همین آب چشمه. عزیزم، این همون آبیه که هر روز با خودت میبری خونه. و سرشم تو اینه که وقتی دهنت پر باشه نمیتونی جواب بدی. محض کش پیدا نمی کنه و زود تموم میشه. به خاطر همینم زندگی دلان به جای اینکه تلخ باشه شاده. آب سهرامیزی در کار نیست. دخترم برو خونه و هر وقت به خاطر موضوعی از دست شوهرت یا هر کس دیگه ای عصبانی شدی، وانمود کن دهنت پر از آبه و جواب نده. این همون جادوی واقعیه. برو به سلامت فرزندم. شما فوق‌العاده ای، میدونستی؟ آریسا این نصیحت رو تو همه زندگیش به خاطر سپرد و زندگی خیلی شادی داشت. و وقتی بچه هاش به دنیا اومدن، این راز رو به اونا هم انتقال داد. به همین دلیل آدمایی که ساکت ترین هستن، اغلب شادترینن. اجازه ندین عصبانیت شما رو کنترل کنه، چون هر گفته یا عملی عواقبی داره. همونطور که اسحاق نیوتن تو قانون سوم حرکتش میگه، در برابر هر کنش، همواره واکنشی برابر و مخالفش وجود داره.